برخی افراد با هدف افزایش بهره‌وری قهوه می‌نوشند. اما شاید این نکته جالب را ندانید که نوشیدن قهوه در زمان نامناسب به بهره‌وریتان آسیب جدی وارد می‌کند و باید بدانیم چگونه از کافئین به صورت استراتژیک استفاده کنیم. علی اصغر هنرمند در متنی در این ارتباط در توییتر نوشته: اگر بخوایم مهمترین ابزار افزایش توانایی ذهنی و بهره‌وری را معرفی کنیم، پاسخ یک کلمه است: خواب. بله، خواب کافی و با کیفیت مناسب در تمام ابعاد زندگی ما نقش کلیدی ایفا می‌کند. اما کافئین روی خواب ما تأثیر منفی دارد و کیفیت و عمق آن را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. اکثر افراد نمی‌دانند نیمه عمر کافئین در بدن ما بین 6 تا 7 ساعت است و حدود 1/4 آن نیز تا 12 ساعت بعد در بدن ما حضور دارد. به این معنی که اگر 12 ظهر یک فنجان قهوه بنوشید، 1/4 کافئین آن تا ساعت 12 شب در بدنتان حضور دارد. ممکن است بگویید من با نوشیدن قهوه حتی قبل از خواب هم مشکلی ندارم و راحت می‌خوابم. اما نکته اینجاست که شما از کاهش کیفیت و عمق خواب خود مطلع نمی‌شوید. جالب است بدانید نوشیدن یک فنجان قهوه در بعد از ظهر کیفیت خواب شبانه را 20% کاهش می‌دهد. بنابراین هنگام نوشیدن قهوه و دیگر مواد حاوی کافئین توجه کنیم که با ساعت خوابمان فاصله کافی داشته باشند. ضمناً در ساعت عصر و شب هم می‌توانید سراغ قهوه‌ای بدون کافئین بروید. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.